در این ابیات حضرت مولوی اشارتی می‌فرماید به سر این معنی که لا یتجلی الله فی صورة مرتین، و اینجا نکته کل یوم هو فی شأن بر قرفه جلال جلوه می نماید. خب راجع به این بحث کردیم که لا یتجلی الله فی صورت مرتین، یعنی خداوند در یک صورت دوبار تجلی نمی کند. هر بار تجلیات حضرت خداوند با بارها و اطوار قبل و دقایق آنات و لحظات قبل البته متفاوت است. و اینکه لا تکرار فی التجلی سخن مشهوری است از عرفا که گفتن در تجلی تکراری وجود ندارد و خداوند فقط یک تجلی می کند و بعد از آن تجلی دیگر و بعد از آن تجلیات دیگر. و اینکه قرآن فرمود کل یوم هو فی شأن، همین مفهوم را داراست که خداوند هر روزی در یک شأن است، در یک کاری است که خداوند انجام می‌دهد. توضیحات رو قبلا خدمتتان کاملا عرض کرده ایم، اکنون سعی می‌کنیم که ابیات بیشتری رو پیش بریم انشاءالله. کل یوم هو فی شأن، چه نشان است و چه شأن، یعنی اوصاف کمال تو ندارد پایان، جلوه حسن تو را غایت و پایانی نیست، هر زمان نشأه دیگر شود از پرده عیان. همان مباحثی است که در جلسات قبل گفتیم که هر لحظه خداوند تجلی می‌فرماید و این تجلی به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. صفحه 120. و به جهت این است که صوفیان غنیمت می‌شمارند اوقات را. صوفیان و عارفان واصل، عارفان بالله، وقت رو غنیمت می‌شمارند. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. آن وقت عاشقانه، وقت عارفانه رو بسیار بهش اهمیت می‌دهند. یکی از مهمترین مسائلی که ما درگیر آن هستیم و جامعه ما درگیر آن است، مردم ما درگیر آن هستند، از دست نهادن اوقات است و وقت خوش رو از دست نهادن است. غالبا انسان ها آنچنان که باید و شاید از وقت و فرصتی که در اختیارشان خداوند عظیم نهاده است بهره نمی برند. غالبا این وقت رو به بطالت و بیهودگی و خدای نکرده ناراستی و کجی صرف می نمایند. این که بطالت چیست و هدر دادن وقت چیست معانی فراوانی دارد. ممکن است برای هر صنفی از مردم این وقت رو از دست دادن معنی خاصی پیدا کند. ممکن است برای کسی که لغو و بیهوده میشنود و در مجلس لغو و بیهوده هست آن تلف کردن وقت باشد، اما برای یکی دیگر که دل به آن مجلس دارد و خود جز آن مجلس است برای او انبساط خاطر باشد. این غنیمت دانستن وقت نسبت به افراد متفاوت البته متفاوت است. عرفا از دست دادن وقت رو فقط به یک چیز امتثال میکنن و به یک چیز تعبیر میکنن، آن هم این است که هر وقتی و هر لحظه ای و هر دقیقه ای که انسان در یاد خدا نباشد آن اتلاف وقت است. هرچه که انسان در یاد خدا و در ضمیر خود با خداوند همراه نباشد آن اتلاف وقت است. هر وقتی که جز برای خدا نهاده می شود آنها همه اتلاف است. و این قصه مهمی است.
البته انتظار نیست که همه مردم بتوانند چون این مسئله رو رعایت کنند، اما در حد خود انسان میبایست که این وقت را غنیمت بداند و غنیمت بشمارد و از هدر رفتن وقتش استفاده کند. از جمله هدر دادن وقت گفتارهای بیهوده و کارهای بیهوده است که انسان انجام میدهد، کارهایی که فایده‌ای نه عقلانی و نه فکری بر آن مترتب نیست، کارهایی که انسان همچنان انجام میدهد عادتاً بدون اینکه فایده ای عقلایی در پی آن باشد، و اینها باعث اتلاف وقت می شود و باعث می شود که انسان از آن عالم عظیمی که برای او ترسیم شده است دور افتد. مولانا می فرماید که هر آنی اسراری بر انسان وارد می شود، هر لحظه ای اسرار الهی بر سر انسان مانند باران رحمت میبارد و میبایست که انسان آن اسرار را بگیرد، آن اسرار را در خود حفظ کند و از هدر دادن آن خودداری کند. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. مولانا میفرماید صوفی ابن الوقت است، پسر وقت است، زائیده وقت است. میتوان ابوالوقت بود و میتوان ابن الوقت بود. آنگاه که پیر است و مراده است ابوالوقت است، خود وقت ایجاد میکند، وقت تولید میکند. و آنگاه که سالک است او ابن الوقت است، فرزند وقت است. یعنی هر وقتی که بر او میآید آن وقت رو مغتنم میشمارد. نیست فردا گفتن از شرط طریق، این که من فردا چون این خواهم کرد شرط طریقت نیست. انسان ها معمولا برای اینکه تنبلی و کاهلی خود رو پاسخ دهند میگویند امروز که دیگر وقتش گذشته است، امروز که دیگر از ظهر گذشت، انشاءالله از فردا صبح چون این کاری رو انجام خواهم داد. و همیشه این توقیت و این وقت دادن به خود، وقت دادن به دیگران موجب اتلاف سرمایه های وجودی انسان می شود و این فردا هرگز نخواهد آمد. قدیم ها در بقالی ها می نوشتن که امروز نقد فردا نسیه، و شخص هم می گفت خب امروز نقد باید بدیم، فردا می آییم و نسیه میگیریم. فردایی که می آمدن باز همان نوشته بود که امروز نقد و فردا نسیه. آن فردا هرگز نمی آمد و آن فردا هرگز نخواهد آمد. ما فاته مزا و ما سیعتی فعین قم فقطن مل فرصت بین الادمین. حضرت علی در شعر زیبا فرمود که آنچه که گذشته است رفته است و آنچه که خواهد آمد فعین کجاست، اینما تعتی کجاست آن چیزی که می آید. قم قیام کن فقطن مل فرصه، اغتنام بدار فرصتی را بین الادمین، بین دوتا ادمی که وجود دارد این فرصت رو محترم شمار و این فرصت رو غنیمت دان. حال بگی که دیروز چنان کردم و چنان دیدم، دیروز رفته گذشته است. بگوید فردا چنان خواهم کرد، هنوز که فردا نیامده است. هر دو باطل است، هر دو عدم است. دیروز گذشته است رفت نیست، فردا هم نیامده و نیست، هر دو عدم هست. پس آنچه که وجود دارد زمان حال است و زمان اکنون است. این زمان اکنون رو باید قدر دانست. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، نقد را از نسیه خیزد نیستی. میگه تو مگه مرد صوفی نیستی، مرد عارف نیستی، نقد با نسیه از بین خواهد رفت. یه کسی نقدی داشته باشد این نسیه بدهد، آخرش این وقتی نقد نشد این نقد او هم، این پول او هم و سرمایه او هم از بین خواهد رفت. این سرمایه وجود، سرمایه جوانی که وجود دارد، این سرمایه را اگر در جای خود صرف نکنی هر روز می رود و هیچ کس نمی تواند
برگرداند. گفتند وقت طلاست، ولی یک عده با این مخالفند که وقت از طلا هم مهمتر است. طلایی که از دست رفته میتوان به دست آورد، ولی ثانیه ای که از دست رفته است هرگز بر نمیگردد و نمیتوان به دست آورد. هان بیا ای جان و صد جان جهان، خوش غنیمت دار وقتت این زمان. تو جان جهان هستی، صد تا جهان اگر باشد تو جان همه آن صد تا هستی. تو موجود و وجود بسیار عظیمی هستی، این وقت رو در آنجا غنیمت بدان. در مدزدان روی مه از شب روان، سر مکش زین جوی ای آب روان. ای ماهی که در آسمان هستی، از کسانی که شب رو هستند و نیازمند نور تو هستند خود رو مدزد و خود رو در کنار نکش. بتاب بر شب روان، از ای آب روان، از این جوی سر مکش و در این جوی جاری باش تا همه تشنگان را سیراب کنی. چون ببینی بر لب جو سبز مست، پس بدان از دور کانجا آب هست. وقتی که انسان از در صحرا در کوه می رود جایی رو ببیند که سبز هست، حتما نشان از یک جوی آبی هست. وقتی که دیگران در ما نگاه می کنند و در ما فراستی و شوری و ارزشی می یابند، معلوم است که ما از جوی وقت خود بهره ها برده ایم. مشخص می شود که چه کسی وقت خود را هدر داده است و چه کسی از وقت خود استفاده کرده است، و این بسیار امر مهمی است. شما با هر کسی که سخن بگویید در بار اول متوجه خواهید شد که آیا او اوقاتش را صرف بیهوده کرده است یا اینکه اوقاتش را در جای نیکی به کار برده است. بسیار مشخص است. تازگی هر گلستان جمیل هست بر باران پنهانی دلیل. هر گلستان زیبایی که تازه هست نشان می‌دهد که آن باران پنهانی دیده است. تا لب جو خندد از ماء معین، بر لب جو سر برآورد یاسمین. همه اینها به خاطر این است که آن یاسمین در کنار جو سر برآورد و ماء معین، ماء گوارا، آب گوارا هم خوش بخندد. سخنانی که متعلق به اوقات و آنات است انقریبه انشاءالله تعالی در اول عین ثانی مذکور خواهد شد. راجع به این بحث وقت و زمان در عین دوم در همین کتاب به زودی سخنانی خواهد گفت. رشته هشتم در بیان بهشت و دوزخ. اکنون سخن این که میگوید، سخن قبلا در مرگ اختیاری بود، سخن در وجود معاد بود و حتمیت معاد بود. اکنون بحثی که دارد در برابر بهشت و دوزخ است که بهشت چیست و دوزخ چیست و انواع بهشت را در اینجا بیان میکند. بدان که نزد جمهور محققان بهشت چهار است. ایشون معتقد است که بهشت چهار گونه هست. یکی بهشت افعال است، دوم بهشت وراثت است، سوم بهشت صفات است و چهارم بهشت ذات است که از اینها به جنت تعبیر می شود. جنت افعال و جنت الوراثه، جنت الصفات و جنت الذات. جنت افعال همان جنت سوریه و ظاهریه هست، این بهشتی که همه میدانیم و همه آرزویش را داریم، همان بهشتی است که هشت دارد و همه با آن آشنا هستیم. جنت الوراثه از این جهت که آن حدیث نبوی هست که العلماء ورثه الانبیا، عالمان وارثان انبیا هستند. این جنت دوم که مرتبه اش بالاتر از آن جنات است، جنات علماست و در آنجا هم گفت که انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط از خداوند علما هستند که خشیت دارند و ترس حقیقی و احترام حقیقی رو فقط علما می توانند به خدا قائل شوند، وگرنه کسانی که جاهلند اینان هرگز حق خدای تعالی رو نخواهند شناخت.
این هم بهش میگن جنت البراسه، که نتیجه اخلاق حمیده و صفات پسندیده هست و علمای ربانی شامل این هستند. سومی جنت الصفات هست که در حقیقت جنت معنویات است، از جنت صورت خارج شده است و تجلیات اسماء الهی و اسماء الحسنای خداوند است. اینجا دیگر با عمل کاری ندارند، آنجا فقط تجلیگاه صفات و اسماء حضرت حق است. خداوند با همه صفاتش و با همه اسماء جمیلش در آنجا تجلی می کند، که این مرتبه بسیار بسیار عظیمتر از سایر جنات است. و دیگر جنت الذات است یا جنت الروح، که آنجا مشاهده تجلیات ذات حضرت ربوبی است و خداوند آنجا با ذات خود و با عمیق ترین حالت بروز و ظهور می کند و تجلی می کند. بدان که نزد جمهور محققان بهشت چهار است، یکی جنت الافعال و آن را جنت سوریه، جنت ظاهری، و جنت الاعمال نیز گویند، و بهشتی که زبان شریعت نشان می‌دهد. شریعت آنچنانچه گفته است و در قرآن هم هست این رو بیان کرده اند که دار نعیم است، خانه نعمت ها هست و مطاعم سازگار، خوردنی های بسیار مشتهی و مشارب خوشگوار و نوشیدنی های بسیار لذیذ دارد و ملابس سنیه و لباس های بسیار پاکیزه و زیبا و مناکح بهیه و نکاح های بسیار زیبا برای مردان از حور این است که همسرانی برگزیده می شود، و برای زنان هم از غلمان است که از غلامان بهشتی و از پسر بچه های بهشتی که هر کسی آرزو دارد که با آنها ازدواج کند. اینها مربوط به جنت عوام است، بهشت عوام مردم است. آنچه که در قرآن گفته شده غالبا برای چون برای عموم مردم است، از این جهت جنت و بهشت عموم مردم است. در جنت عمومی هست که میگه ولکم فیها ما تشتهی الانفس، هر چه که بخواهید، هر چه که اشتها کنید، هر چه که شهوت انسان بخواهد، آن در آنجا آماده است. از خوردن، از بهترین خوردنی ها، از هر خوردنی که بخواهد آنجا آماده است، از هر نوشیدنی که بخواهد آنجا آماده است، و از همه شرایطی که وجود دارد، لباس های سندس و استبرق و چیزهای دیگر، متکاها و محلهای تکیگاها و سریرها و حوزها، غرفه‌ها و همه آن زیبایی‌هایی که وجود دارد آنجا هست، و موارد دیگری که همان مناکه هست که آنچه که انسان عادی از این چهارتا خارج نیست. می‌خواهد مسکن خوب داشته باشد، لباس بسیار زیبا داشته باشد، خوردنی بسیار لذیذ داشته باشد، نوشیدنی بسیار لذیذ داشته باشد و همسران زیبارویی داشته باشد. هر آنچه که یک بشر میخواهد آنها رو در این دنیا برسد در آنجا دادند. اما ابن عربی سخن زیبایی دارد، میگوید که قصه جنت با دیگران به شکل خاصی است. یک عده هستند که آنها جنت را نمیخواهند و جنت هم آنها را نمیخواهد. آنها هم منکران معاد هستند که اصلا اعتقادی به قیامت ندارند، اعتقادی به معاد ندارند. جنت را نمیخواهند، جنت هم آنها را نمیخواهد. اینها با هم هیچ کاری ندارند. یکی عده هستند که آنها جنت را نمیخواهند ولی جنت آنها را میخواهد. آنها آن عارفان واسدی هستند که به جنت هیچ اعتباری نمیدهند. حضرت علی علیه السلام گفت که خدایا من اصلا نه طمع بهشت تو را دارم و نه ترس دوزخ تو را، من فقط تو را میخواهم که تو را شایسته عبودیت یافتم، وگرنه بهشت را به آنانی که بهشت میخواهند بده و جهنم را از آنانی دور کن که از آن میترسند. نه چنین نیست، من نه از دوزخ تو میترسم
و نه به بهشت تو طمع دارم، من فقط روی تو را میخواهم، من فقط جمال زیبا و جمال جمیل تو را میخواهم. همه آنها، همه نعمتهای بهشتی ارزانی آنهایی که بهشت را میخواهند. من جمال ربوبی رو بیشتر دوست میدارم. آنها را به تاجران بده، بهشت را به تاجران بده، کسانی که در این جهان کار نیک کردند به امید آنکه به بهشت بروند. تجارتون مربحه، خود حضرت فرمود که این تجارت سوداوری است. انسان اگر بخواهد در این جهان سوداورترین تجارت رو بکند همین است. در جای دیگر فرمود که لیس لانفسکم ثمنا الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. حضرت علی فرمود که برای شما، برای وجود شما هیچ قیمتی کمتر از بهشت متصور نیست. فلا تبیعوها الا بها، به پایین تر از بهش خودتون رو نفروشید. درسته شما میتوانید خودتون رو به خدا بفروشید. آنهایی که در اوج هستن خودشون رو به خدا میفروشن نه به جنت. اما پایین ترین انسان پایین ترین قیمت دارد که خود را بفروشد و بالاترین قیمت دارد. پایین ترین قیمت انسان که انسان میتواند خود را بفروشد این بهشت است. فلا تبیعوها الا بها، هیچ وقت اون نفس رو نفروشید به پایین تر از بهشت. به پایین تر از بهشت لااقل قانع نشید. اگر قدر خود را نمیدانید، اگر نمیدانید چقدر گرانبها هستید، این را بدانید که حداقل کمترین ارزش شما برابر با بهشت است. اما بیشترین ارزش شما چیست؟ انما یشری من عبادهی، خداوند میآید و بندگان خود را خود خریدار است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه، میگوید این جنتی که هست آنها میتوانستن با آن جنت برسند، ولی خداوند اینها رو، وجود اینها رو و نفس اینها رو خود میخرد و مقابلش خود را میدهد. قیمتی که بشر دارد پایین ترینش بهشت است، بالاترینش خود خداست، که خود خدا میگوید بنده من بیا به سمت من تا من خود را در عوض آنکه تو به سوی من آمدی، من خودم را به تو بدهم، من مال تو هستم. بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت. اما یک عده این پایین ترین قیمت را هم مالاسف وقعی نمی گذارند و به پایین تر از آن هم به ثمن بخس خود را می فروشند. یوسف جان را به چند سکه و به کلاف پیرزنی می فروشند. این است که به ما گفتند که اگر خود را نفروشید، اما اگر هم خواستید بفروشید لااقل حداقل به بهشت بفروشید و حداکثر به خود خداوند. مولانا ابن عربی میگوید که یک عده هستند، آنها جنت را نمیخواهند، جنت هم آنها را نمیخواهد. این یک قسمت. یک قسم هستند که آنها جنت را نمیخواهند ولی جنت آنها را میخواهد، مانند بزرگانی که دوست می‌دارند که جنت رو نمی‌خوان، بهش هیچ علاقه‌ای ندارند، ولی چون مستغرق ذات حق تعالی هستند، غرقند در وجود خدا، با وجود خدا چیز دیگری نمی‌خوان بطلبند، چیز دیگری نمی‌خوان بگیرند. پس از آن ولی بهشت سراغ آنها می‌رود، بهشت طالب آنهاست، دوست می‌دارد که آنها در او باشند. یک عده هم هستند که آنها بهشت را میخواهند و بهشت آنها را نمیخواهد. آنها هم گناهکاران هستند. آنانی که گناه میکنند اینها دوست دارند به بهشت بروند، اینها بهشت را میخواهند ولی بهشت اینها را نمیخواهد. یک بار هم هست که انسانهایی که بهشت را میخواهند و در اینها بهشت هم آنها را میخواهد، که خب انسانهای نیکوکاری هستند که خود را به بهشت فروختند. این چهار قسم رو ابن عربی دست و بسیار بیان زیبا و عارفانه و عاشقانه است. انسان ای کاش به گونه ای باشد که بهشت او را بخواهد و او بهشت را نخواهد. به بهشت غمزه بفروشد، با بهشت از طریق بی‌نیازی و از طریق استغنا سخن بگوید، نه اینکه شب و روز به فکر این باشد که مرا در بهشت بار دهید و نهایتاً بهشت هم او رو در خود نپذیرد. از دیدگاه دیگر
ابن عربی بهشت رو به دو قسم تقسیم میکنه، بهشت محسوس و بهشت معنوی یا غیر محسوس. بهشت محسوس رو همان بهشتی میداند که در قرآن، در احادیث و در روایات هست. بهشت معنوی رو میگوید که آنانی که در بهشت معنوی هستند، در بهشت معنوی وارد میشوند، آنها بهشت محسوس رو هم دارند و از بهشت محسوس مادی خاص هم استفاده میکنند که حس میکنند. اما اینها بیشتر در معنویات گرفتارند. و رضوان من الله اکبر در قرآن هم در یکی از آیات هست که وقتی که خیلی این آیات بهشتی و نعمت‌های بهشتی رو میگوید، آخرش میفرماید که و رضوان من الله اکبر. اما یه چیز دیگری است که آن رضوان من الله، رضوان یعنی محل رضایت خداوند، محلی که خداوند از انسان راضی باشد و انسان از او راضی باشد. این مکان نفس مرضیه و نفس راضیه هست، نفسی که بسیار مقامش عظیم است و حتی بالاتر از مقام نفس مطمئنه است. از این جهت است که عده‌ای به آن سمت می‌روم و عده‌ای به این سمت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، ولکم و برای شماست فیها در آن جنت ما آنچه تشتهی اشتها دارد، آنچه میخواهد انفسکم نفس شما میخواهد. دوم جنت وراثت و آن نتیجه اخلاق حمیده است، اخلاق پسندیده و حصول این اخلاق به کمال متابعت حضرت رسالت صلی الله علیه و آله تواند بود. خب کسی که بخواهد به جنت وراثت راه یابد، البته باید اطاعت مطلق و کامل از حضرت رسالت بکند، وگرنه بدون اطاعت کامل و مطلق چون این چیزی قابل دسترس نخواهد بود. اهل وراثت علمای ربانی هستند، آنهایی که علم ربوبی دارند، خداوند علم رو در وجود اینها ودیعت نهاده است. اولئک هم الوارثون، آنان همان وارثانند، الذین یرثون الفردوس، آنان که فردوس و بهشت رو به ارث میبرند. بهشت سوم جنت الصفات است و آن را جنت معنوی نیز گویند و آن از تجلیات اسما و صفات الهیه است. این که گفتیم اسما و صفات الهی تجلی کند و این جنت دل باشد که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این که جنت دل است، بهشت دل است که خداوند فرمود داخل شوید در بندگان من، در میان بندگان من و داخل شوید در جنت من. بعضی این جنتی رو که یای وحدت به آن هست و یای نسبت و یای ملکیتی که در کنار در ذیل آن هست گفتن جنتی، گفت خداوند فرمود که بهشت من. این جنت با آن جنت‌های دیگر فرق دارد و این سخنان گفته شده. چهارم جنت الذات و آن مشاهده جمال احدیت است، مشاهده جمال حضرت خداوند است. شما هم بحث رؤیت را حتما ملاحظه فرموده اید و می‌دانید که نظرات متفاوتی وجود دارد. یک عده گفتند که خداوند رو نه در این جهان و نه در آن جهان نمی‌توان دید، هیچ کدام انسان نمی‌تواند خداوند رو ببیند. یکی عده گفتند خداوند رو در این جهان نمیتوان دید ولی در آن جهان با چشم عقل میتوان دید. یکی عده گفتند در این جهان خدا رو نمیتوان دید بلکه با چشم عقل فقط در این دنیا میتوان دید و در آن دنیا هم با چشم عقل میتوان دید. اما عرفا معتقدند که خداوند رو هم در این جهان میتوان دید و هم در آن جهان، و در این جهان به تجلیات میتوان دید و در آن جهان به ذات، در این جهان به اسما و صفات میتوان دید، در آن جهان به ذات، به تجلی ذاتیه. و معتقدن و آیه هایی هست یومئذن وجوه یومئذن ناظره الی ربها ناظره. قرآن چهره هایی در آن روز شادان است، الی ربها ناظره، آن چهره های شادان به ربش ناظر است، نگاه می کند، نظر می کند.
قرآن رسماً خود می‌فرماید که در قیامت می‌توان الی رب ناظر است. ناظر یعنی نظر کنند، بیننده. و ما هم حق نداریم که این رو بگیم نه، منظور نظر دیگری است. اگر کلمه نظر در قرآن هر جا که آمده است معنای نگاه کردن است و دیدن است، نظاره کردن است، در اینجا هم همان است. بنابراین از دیدگاه قرآن، از دیدگاه عرفا، خداوند رو در آن جهان میتوان دید، منتها در کدام جنت؟ در جنت الذات، در همین بالاترین درجه جنات. عبارت از قرب حق تعالی با تفاوت درجات آن، چنان که دوزخ اشارت است به بعد و حرمان از آن حضرت. گفتند آن دوزخ، گفتند آن که آنجا آتشی میفکنند و برها مجرمان را میسوزانند، راجع به آن سخن بسیار گفتیم که گفتیم آنها نتیجه اعمال انسان ها هست و انسان نتیجه اعمال خود را میبیند در آنجا. اگر اینجا آتشی در جان کسی زده است، به کسی تهمتی، افترایی، ناروایی گفته است، در آنجا این آتش تبدیل به آتش دوزخ خواهد شد، مکافات عمل خود رو خواهد دید. حقیقت دوزخ احتراق محجوبان است به صورت نفوذ، یعنی آنان که از خداوند در حجاب هستند، خداوند رو رؤیت نمی توانند بکنند، آنان در همین احتراق می سوزند. انسان عاشق معشوقی باشد و اجازه دیدار به او ندهند، چه آتشی در درون انسان ایجاد می شود، چه آتشی از درون انسان شعله می کشد. همان است انسانی که عاشق خداوند است و اجازه دیدار نداشته باشد. خب این جهنم بدترین جهنم است و این سوختن بالاترین سوختن هاست. به صورت نفوس و شرر طبایع ایشان، شراره ها و آتش های طبیعت های ایشان، رسوخ حیات ردیه، ردیه یعنی پست، هیئت های پست، یعنی انسان از هیئت انسانی به هیئت های زشت‌تر بیاید که قرآن فرمود کونو قردتن خاسئین، شما قرده باشید، شما میمون باشید که خسا میکنید، که پستی میکنید، یعنی به احوال ردیه هم میآید. در قرآن هم هست که وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، همین است، یعنی اینکه وقود آن و سوختن آن انسان ها هستند و سنگ ها هستند. سنگ با انسان چه نسبتی می تواند داشته باشد؟ در همین رابطه است که سنگ هایی که خود معمولا سنگ نمی سوزد، همراه با انسان ها می سوزند. آن چه سنگ هایی است؟ آن همان سنگ هایی است که انسان در زندگی خود، سنگ دلی هایی است که انسان در زندگی خود با دیگران داشته است. و این سخن اینجا زیادت بستی میخواهد که ایرادان لایقی مختصر نیست، فرصت نیست، وگرنه میتوان ساعت ها راجع به این مباحث سخن گفت. بدین قدر کفایت کرده میشود. والکافی هو الله. و حضرت مولوی بر سبیل رمز و ایما در بهشت میفرماید: حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت. اینجا یک سخن دیگری دارد. مولانا همه چیز را زنده می داند، همه چیز در عالم زنده است، هیچ چیز مرده ای ما در جهان نداریم، همه حی هستند. این دیوارها رو تصور نکنیم که مرده اند، این میز و صندلی رو تصور نکنیم که مرده اند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینها میگویند هر لحظه به زبان حال، میگویند ما میبینیم، ما میشنویم، خیلی هم خوش هستیم. شما فکر میکنید ما جان نداریم، ما درک نداریم. شما درک ندارید که درک ما رو بتوانید بشناسید. آنکه گفت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح چگونه ممکن بود اگر این شعور و این درک وجود نداشته باشد؟ اگر اینها درک نداشته باشن، این درخت و جنگل و کوه و دشت و دریا، این سنگ و همه آنچه که در جهان هست، اگر اینها شعور نداشته باشن، چگونه میتوانن که تسبیح بگوین؟ معتقد است که حتی بهشت هم دیوارهایش فرق میکنه، دیوارهایش به گونه دیگری است. خود قرآن هم چنین است. خود قرآن هم وقتی سخن از
جهنم میگوید، میفرماید که حل امتلعت، رو میکند به خود جهنم میفرماید که آیا پر شدی؟ و او میگوید حل مزید، آیا زیادی هست؟ یعنی خداوند وقتی که میخواهد کافران را عرضه کند به جهنم، از او میپرسد که پر شدی؟ اگر او سمیع نبود، اگر جهنم سمیع نبود، اگر شنوا نبود، لغو است خداوند حکیم که بیاید با کسی که نمیشنه و سخن بگوید. مطمئنن میدانست و دانسته است و جواب هم گفته است. جوابش چه بود؟ هل من مزید، آیا بیشتر هست؟ آیا زیادتر داری؟ آیا انسانهای دیگر و کسان دیگری که بوده اند در اثر قانون مکافات باید عذاب بکشند؟ آیا آنها رو بیشتر هم داری؟ من آماده هستم. بهشت هم تمامی در و دیوارش، تمامی درختهایش با مؤمن سخن میگوید. چرا سخن میگوید؟ چون که زنده هستند، به آنها تحیت میگوید، سلام میگوید به آنها. آن جایی که نشست، آن سریری که مؤمن نشست، آن سریر به او خوش آمد میگوید. همه جهان، همه جاهای جهان در حقیقت دارن با او سخن میگویند. همه درخت ها، همه گل ها، همه آب ها، همه نهر ها و همه چیز با انسان پاک و متقی در گفتگو و در مراوده هست. حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت. چون در و دیوار تن با آگهی است، زنده باشد خانه چون شاهنشهی است. این خانه چون خانه شاهنشاه است، این زنده است چون شاهنشاه زنده است، چون خداوند حی است. هم درخت میوه هم آب زلال، با بهشتی در حدیث و در مقال. آن درخت میوه میگوید خب ای مؤمن چه میخواهی، چه به تو بدهم؟ این هم نوعش رو مشخص میکند. دانیتون قطوفها، در قرآن هست که شاخه هاش رو خود به خود میفهمد، شاخه هایش را می آورد پایین تا او دیگر زحمت دست بلند کردن و بلند شدن از متکا هم نداشته باشد، آن را بگیرد و بخورد. یعنی دیگر در حد نهایت تمامی اجزای جهان با وجود انسان هماهنگ می شود. زن که این آب زلال هم باز چه می کند؟ آنجا با بهشتی، با کسی که در بهشت است، در مقال است، سخن می گوید. زن که جنت را نزالت بسته اند، بلکه از اعمال و نیت بسته اند. چرا اینها سخن می گویند؟ چون که اینها از ابزار و آلات نیستند. مثلا این گچ ها رو بیاورند و این آجرها رو بیاورند و بتونی بیاورند و دیوار درست کنند، نه، اینها همان اعمالی است که ما انجام دادیم. من اگر کار نیکی برای کسی کردم، آن تبدیل به یک قصد شده است در اینجا و آن قصد با من سخن میگوید، چرا که اعمال من با من سخن میگوید. مگر چنین نیست که در روز قیامت دست انسان با او سخن میگوید، پای انسان سخن میگوید؟ همه اجزای بدن، همه اجزای وجود با هم سخن میگویند. اگر ما نمیشنویم، این تقصیر ماست. تمامی اجزای این درختان با ما سخن میگویند. اگر من نمیشنوم، تقصیر از من است، وگرنه آنها بسیار بلیغ و فصیح سخن میگویند. یک مورچه با من سخن میگوید، کوچکترین حیوانات و حشره ها با من صحبت میکنند، ولی من چون نمیفهمم، منطق طیر نمیدانم، منطق حشرات رو نمیدانم، نمیفهمم چه میگویند. اما اگر چون سلیمان بودم، آن وقت تمامی بلبلان و طوطیان سخنانشان را میفهمیدم و همه چیز را درک میکردم. اکنون دانشمندان میگویند که همه این حیوانات، مثلا راجع به این دلفین ها چه میگویند؟ همه فکر میکردن اینها هیچ نمیفهمند، هیچ درک نمیکنند. اخیراً در جایی میخواندم که دانشمندان ثابت کردند که سگ ها هم افسرده میشوند و با توجه به ترشحات خاص، هورمونی خاصی که افسردگان ترشح میکنند، اینها هم ترشح میکنند. زمانی فکر میکردیم که ما انسان ریختی فکر میکنیم و اینها رو هم مثل انسان میگوییم، ولی اکنون دانشمندان ثابت کردن که این اتفاق میافتد. ما تصور میکنیم که مثلا از اورانگوتان ها باهوشتریم، ولی هوش انسان
و اورانگوتان 98% و 100% است. 2% فقط اونها کمتر از ما کمتر هوشمند هستند طبق آنچه که دانشمندان گفتند. این دلفین ها این کارهای شگفت‌انگیز، این موریانه ها این عجایب شگفت‌انگیزی که به کار میبرند، درست است که از غریزه هم میتواند باشد، ولی به هر حال اینها دارای شعور و درک هستند و یک علم کلی در همه اینها وجود دارد. این درخت از کجا میداند که باید به بالا برود؟ همه اینها در سلول های این آگاهی ها در سلول های وجود دارد. این شعور در قسمت های در تمامی قسمت های درختان وجود دارد، همچنان که این شعور در کره زمین وجود دارد، این شعور در کیهان و کهکشان وجود دارد. این جهان جهان شعور است. این جهان جهانی است که خداوند به هر ذره آن شعور خاص خود رو بخشیده است. زان که جنت را نزالت بستند بلکه از اعمال نیت بستند. یکی عمل یکی نیت. یعنی اگر من اکنون یک نیت خوبی بکنم، بهشتی برای من ساخته می‌شود. در روایت هست که انسان یک نیت خوب برای کمک به دیگری بکند، تا زمانی که آن نیت در سرش هست در آن جهان هی درخت‌های زیبایی کاشته می‌شود. و بالعکس وقتی که انسان نیت بدی نسبت به دیگری دارد، تا زمانی که آن نیت بد در ذهن او هست، همچنان از آن درخت‌ها قلع می‌شوند، کنده می‌شوند و آنچه که کاشته بود این برداشت می‌شود تا زمانی که بالانس شود. یعنی همه کارهایی که ما انجام می‌دهیم، حتی نیت‌های خیر ما در آنجا مؤثر است، در این جهان مؤثر است و نیت‌های بد ما هم مؤثر است. این جهان رو از اعمال آن جهان رو از اعمال و نیت‌های ما ساخته اند. این بنا از آب و گل مرده بوده است، آن بنا از طاعتان زنده شده است. این که این بناهایی که از اینها گل و خاک بودند، به نظر ما مرده بودند، اما آنجا اصلا و ذاتاً از اطاعت زنده هستند. این به اصل خیش ماند پرخلل وان به اصل خود که علم است و عمل. اینجا چون ما از عقل جزئی استفاده کردیم، این فایده ای ندارد و این درخت ها حس ندارند، شعور ندارند و شاید ما اینجور احساس میکنیم، اما آنجا اصلش از علم و عمل است. هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب. ثیاب یعنی جمع ثوب هست به معنای لباس ها. ثوب که ثواب شده، واو به خاطر کسره ما قبل تبدیل به یا شده ثیاب. ثیاب یعنی لباس های رویین، لباس هایی که انسان از رو می پوشد رو ثوب می گویند. با بهشتی در سوال و در جواب. هم سریر اون تختی که گذاشتن، هم خود قصری که در اونجا هست، هم تاجی که بر سر مؤمن گذاشتن و هم لباس هایی که هست با او در سوال جواب است. هست در دل زندگی دارالخلود، در زبانم چون نمی آید چه سود. مولانا میگوید که من به زبانم نمی آید، نمی توانم، اینها دیگر قابل گفتن نیست، فایده ای ندارد. همینقدر که توانستم ذهن شما را به آن سمت بکشانم کافی است. بقیه را باید انسان خود شهود کند، انسان باید خود آن جنت خود را ببیند. و البته این را من عرض بکنم خدمتتان که همه عرفا، همه علما معتقدند که انسان می تواند از همین اکنون بهشت خود را ببیند، از همین اکنون می تواند دوزخ خود را ببیند. با یک مرور کلی اگر بر اعمال و افعال و کردار و بخصوص نیاتمان، که انما الاعمال به نیات، عملهای ما همه به نیتهای ما وابسته است، با یک مرور کلی می توانیم بفهمیم چیستیم و چگونه هستیم. حضرت علی فرمود آنانی که قرآن می خوانند، ای کاش وقتی که به آیات بهشتی میرسند احساس کنند که نعیم بهشتی بر آنها وارد می شود، و وقتی که آیات دوزخی رو می خوانند که ان شهیقها و زفیرها فی قلوب آذانهم، اینها ای کاش آن صدا و شهیق و زفیر صدای آتش رو در اصول آذانشان در درون گوشهایشان بشنوند و با چشم ببینند. در بیان قصور بی قصور بهشت، قصور قصرها، قصور یعنی کوتاهی کردن،
قصر هم به معنای کوتاه هست. عرب معمولا بخواهد کاری رو در یک کاری مبالغه کند، خلاف آن را میگوید. ما هم در ترکی داریم، مثلا به کچل میگن زلفلی، شنیدید همه، یعنی خیلی مثلا با فلان کس خیلی زلفان درازی دارد، معلوم است که مثلا او موی بر سر ندارد، یعنی از باب اغراق، از باب برعکس گفتن میگن. عرب قصر رو که یعنی ساختمان بسیار بلند، او رو میگوید قصر، یعنی کوتاه، یعنی بالعکس میگوید. وقتی که میگوید قصیر، کوتاه، یعنی یک کسی خیلی مثلا قد بلندی دارد، میگیم تو چقدر کوتاه هستی، تو چقدر قدت کوتاهه. اون اثر اون بلندی رو بیشتر میکند از نظر ذائقه ادبی. و همچنین است مثلا عرب در بیابانی که هیچ کس از آنجا سالم بیرون نمی آید بهش میگه مفازه. مفازه از فوز میاد، فوز یعنی رستگاری، می آید از آن مفازه میگوید. یا مثلا قسط یعنی عدل، ولی عرب میگوید به ضد قسط میگوید قاسط، قاسطین و مارقین و ناکسین که میشناسید. قسط یعنی عدل، ولی میبرد در یک باب دیگر و معنای کاملا ضد خود رو از آن میگیرد. قصر هم از این هاست. نعیم مقیم آن بر سبیل کنایه، علم من علم و فهم من فهم و الیه اشار حضرت. دانست کسی که دانسته شد، یا دانست و فهمید کسی که فهمیده شد. گر نخواهد زیست جان بی این بدن، پس فلک ایوان که خواهد شدن. میگه این روحی که داریم، اگر قرار بود که این روح دیگر بعد از بدن زندگی نکند، چه لزومی داشت این همه افلاک رو خداوند می آفرید؟ ما چقدر جا مگر لازم داریم؟ مگر همه بدنهای ما را این کره خاکی در بر نگرفته است؟ پس این همه افلاک و کیهان و کهکشان برای چیست؟ اگر فقط روح با بدن می تواند زندگی کند، که اینجا روی زمین کافی بود برای این. پس معلوم است که خدایی که جای بزرگی رو انتخاب کرده است، معلوم است که به ما پر پرواز داده است و جاهای زیادی ما باید بپریم و حرکت کنیم. این فلک و افلاک رو برای آن آفریده است که روح ما در این افلاک سیر کند، ما اسیر یک جای خاص نباشیم، تا هر جا که میخواهیم بتوانیم برویم و هیچ حد یقفی و حد ایستایی وجود نداشته باشد. خداوند ما رو که در قفس نکرده است، خداوند ما رو که اسیر خود نکرده است، میگوید که شما هر جا که میخواهید بروید. حتی در زمین هم آنان که شکایت میکنن که خدایا ما در جای بدی قرار گرفتیم، میفرماید علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسیع نبود که در آن هجرت کنید؟ اگر یک جایی برای شما بد بود، چرا هجرت نکردید به جای بهتر؟ نمیتوانید توجیه بیاورید که من اینجا بودم، دیگر چاره ای نداشتم، مجبور بودم من در این شهری که مرا نمیپسندند باشم. وسعت دارد خداوند، حتی فنفذوا فی اقطار السماوات والارض، خداوند فرمود که نفوذ کنید در قطرها آسمان ها و زمین. لا تنفذون الا بسلطان، نفوذ نمیتوانید پیدا بکنید مگر به وسیله سلطان که شما رو تسلط دهد. خداوند ما رو دست بسته نکرده است، گفته بگردید قطرهای آسمان ها رو بگردید، کسی جلوی شما را نگرفته است، چه با پرواز روحانی، چه با پرواز جسمانی که با وسایلی که میسازید. گر نخواهد زیست جان بی این بدن، پس فلک ایوان که خواهد. فلک باید ایوان باشد. ایوان کجاست؟ خیلی زیباست. ایوان جایی است که انسان در ایوان میرود و تازه به مرآ و منظر تماشا میکند، تازه تماشا میکند. شما به ایوان منزل میروید برای چه؟ که آنجا فراخنا و گشادگی عظیم آنجا را ببینید. میگوید این فلک که وجود دارد، این ایوان شماست، تازه بر بالای فلک مستقر شوید، بعد ببینید چه دیدنی های عظیمی هست. به ما چه ربطی دارد که شما خودتان را در یک جای کوچکی حبس کرده اید، مانند آن جوجه که در درون تخم خود را مچاله کرده است. هی بهش میگن تولد یا تولد بیا، متولد شو، بیا بیرون. میگه نه، اینجا برای آفیس. این انسان ها هم همین کار رو کردن.
برای خود یک جای کوچکی، یک خانه کوچکی نهادن و از عروج و از فراز و رفتن خود رو باز داشتند. ور نخواهد بی بدن جان تو زیست، فی السماء رزقکم، روزی یکیست. خیلی زیبا می‌فرماید. قرآن صادق است یا نه؟ قرآن آیا دروغ میگوید؟ قرآن صادق است و دروغی نیست. میفرماید و فی السماء رزقکم، و در آسمان است رزق شما، روزی شما در آسمان است. حالا بعضی گفتن که بله، منظور مثلا آبی است که از بالا میآید. خیلی از مفسرین، آب که رزق نیست که، رزق چیزی است که میخورند، آب رو جزء رزق به حساب نمی آورند، چیزی است که میخورند، میپوشند و هر چیزی که انسان رو دید. مولانا میگوید خدا فرمود فسمای رزقکم، رزق شما در آسمان است. فسما هم محدود میکند و محدود میکند، خیلی زیباست. اگر تفسیر بکنیم این خیلی بحث جالبی میشه. یعنی این که فسما رزقکم، یعنی رزقکم فسما، یعنی روزی شما کجاست؟ در آسمان است، در زمین نیست اصلا، نه اینکه هم در زمین هم در آسمان. وقتی خداوند فرمود فسما رزقکم، رزق شما چیست؟ تازگی ها حالا متوجه شدن روانشناسان که روح انسان وقتی پرواز میکند میآید در انرژی های عالم بالا، انرژی های کیهانی پر می شود و رزق او و روزی او همین است. فسماء رزقکم، از آنها روزی می گیرد و می فهمد و بعد دوباره بر می گردد. شما چگونه هست که مثلا 20 دقیقه می خوابید حالتان خوب می شود، 6 ساعت می خوابید حالتان خوب نمی شود؟ بخاطر اینکه آن رزقتان را خوب نگرفته اید. اگر آن رزق فسما رو خوب می گرفتید، بهتر و راحت تر بودید و راحت تر همین رو درک می کردید. حال این یک امر ساده روزمره امروزین هست که دانشمندان روانشناس به این دست یافتن. حال خیلی چیزهای دیگر هست که هیچ کس به آن دست نیافته است. می فرماید اگر بدن، اگر جان تو بدون بدن نخواهد زیست، پس این که خدا فرمود در آسمان رزق شماست چیست؟ معلومه شما در آسمان رزقی دارید، بپرید و رزق خود را از آسمان برگیرید. در فتی در لوت ها چرب و شریف، وا رهیز این روزی ریزه کسی. میگه میافتید. آخه آدم معمولا لوت رو، لوت یعنی لقمه، لقمه رو که میاره لقمه رو میخوره. میگه تو خواهی افتاد در میان لقمه ها، آنقدر رزق است که دیگر هیچ کس احساس نمی کند که او کم دارد. مثل این دنیا نیست که هر کسی رزق خود رو از ترس اینکه به او نرسد به پیش خود بکشد. در فتی، در فتی یعنی در افتی، فتی خوندم چون که همزه او ضمه دارد، افتی هست، بنابراین طبق قواعد ادبیات باید آن که همزه که حذف شد، هر حرکه‌ای که داشت باید با اون بخوانیم. مثلا میگن استاده است، ای که رفت، اگر بخواهیم بخوانیم ستاده باید بخوانیم. اون آن افتاده هست، اگر خواستیم بخوانیم فتاده. این هم یک خلاصه بحث ادبی. در فتی در لوت ها چرب و شریف، دیگه این لوت ها هم چرب هستند ولی بسیار شریف هستند، زیبا هستند. وا رهیز این روزی ریزه کسی، این روزی که این روزی که داری ریزه هست، ریز است و کثیف است. ما فکر میکنیم خیلی روزی زیبایی میخوریم، ولی نه، چون آن رزق سماوات رو ندیده ایم میاندیشیم که اینها خیلی رزق جالبی است. اگر آنها را بخوریم هرگز دیگر این غذاها و این نوشیدنی ها رو نخواهیم خورد. گر هزاران رطل لوتش میخوری، میروی پاک و سبک همچون پری. رطل اون ظرف های بسیار بزرگ و خمره های بزرگ رو رطل میگفتن. میگوید اگر هزار رطل هم غذا بخوری، هزار رطل که میخور، که میتونه بخورد؟ حتی آدم یک دهم رطل هم نمیتونه بخوره. هزار رطل هم اگر کامل بخوری باز هم هیچ احساسی نخواهی داشت. چرا؟ چون که روزی اینجا کثیف است، روزی آنجا لطیف است. اینجا کثافت از در برابر لطافت، کثافت فلسفی منظورمان هست. کثیف است یعنی اینکه اینجا به هم فشرده است. آنجا روزی لطیف است. آب آنجا با آب اینجا فرق می‌کند.
خوردنی آنجا با خوردنی اینجا فرق میکنند. آنجا دلدرد و سقم و اینها نیست. گر هزاران رطل لوتش میخوری میروی پاک و سبک. هم پاک هستی و هم سبک هستی، همچون پری، مانند پریها حرکت میکنی، مانند این جنیان که پاکند و هر چقدر هم بخورند باز هم پاکیزه هستند. کو نه حبس باد و قولنجت کنند، چار میخ معده آهنجت کنند. حبس باد، یک کسی مثلا در بدنش باد حبس شود چه زجری میکشد، قولنج میکند، معده اش درد میگیرد. میگه همه اینها، این ثقلت ها و این آهنگ و این حرکتی که میکند، اینها همه هیچ است. آن تعام الله قوت خوشگوار، بر چنان دریا چو کشتی شو سوار. تعام خداوند که قوت خوشگوار است، در دریا مانند کشتی سوار شو و در آن قوت قلط بخور. بو که از تأثیر جوی انگبین، شهد گردد در تنت این زهر کین. این کینه هایی که میبرزی، این کینه خواهی ها و کینه توزی هایی که تو داری، اگر آنجا بروی، جوی انگبین، جوی عسلی که در آنجا هست، آن تأثیر میکند و آن زهری که در وجود تو هست، زهر کینه و تکبری که در تو هست، او هم تبدیل به شهد میشود. یا از عکس جوی آن پاکیزه شیر، پرورش یا بددمی عقل اسیر. و یا از آن جوی شیر بخوری همچنان است. میدانید که در قرآن هم هست که چهار نوع جوی هست، جوی آب است و جوی شیر است و جوی عسل است و جوی شراب است، که این چهار جو انشاءالله خداوند نصیب همه ما بکند. اینها هر کدام برای کاری است، یکی برای رفع آتش است، دیگری برای لذت دادن است. در سوره مبارکه محمد آیه 15 میگوید مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار، مثال میزنه که مثال جنتی که هست که متقیان به آن وعده داده شده اند، انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی از آبی که آسن نیست. آسن یعنی آبی که میماند کهنه میشود، رنگش و بویش و مزهش تغییر میکند. میگه این غیر آسن، این هیچ تغییری نمیکند، میرود این جوی و هیچ تغییری نمیکند. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و نهرهایی هست از لبن، از شیر، که طعم آن تغییر نمیکند. معمولا شیر که طعمش تغییر میکند، این دیگر هیچ طعمش تغییر نمیکنه. و انهار من خمر لذت للشاربین، و انهاری از خمر است، از شراب است، و که لذت است برای شاربین. یک عده گفتن که این خمر خمری است که، وقت ندارم اینجا بحث بکنم، خمری است که نه مست میکند و نه، خب خمر که مست نکند که دیگر مست نیست، خمر نیست دیگر، این به چه درد میخورد؟ بگو شربت بهمون میده. این است که خمر، وقتی قرآن میفرماید خمر، یا در جای دیگر و سقاهم ربهم شرابن طهورا، و سقایت کرد، ساقی خود پروردگار است، سقاهم ربهم شرابن طهورا، شراب طهور. حال میتوان گفت این شراب شاید نوشیدنی دیگری باشد با لفظ عمومی نوشیدنی، ولی دیگه اینجا گفت خمر. این رو ما لطفاً قرآن رو به زعم خود تعبیر نکنیم. همه اون مفسرین گفتن این خمر نه، یونزفون رو هم به معنای این گرفتن که این یعنی مثلا مست نمی کند، کاملا اشتباهه. نزفه یعنی خارج شد یا تمام شد، بلهم یونزفون یعنی شرابی که خدا من می دهد آن تمام شدنی نیست. ممکن است خمر خمار تمام شود، ولی این شراب تمام نمی شود. این رو آوردن، نمیدانم به چه دلیل آوردن و گفتن که مست نمی کند. خب خمر که مست نکرد که دیگر خمر نیست، که ذوقی ندارد. اینجا گفتن که نخورید به خاطر اینکه در این جهان عقل لازم است و عقل انسان رو میبرد، زائل می کند. اما آنجا دیگر عقل لازم است، آنجا همه عشق است، همه سور است و شور است و نشاط است. آنجا آن چیزهایی که اینجا حرام بود، آنجا برای ما حلال می شود. اینجا موقتا
حرام است تا اینکه بعداً دوباره همه اینها حلال شود. بله، قول هم که در بعضی آیات آمده است، لا فیها قول و لا هم عنها ینزفون، این قول هم یعنی فساد و شکافتن و جدا کردن. اینها هم آمدند، یعنی طبق این که خمر چون در این جهان حرام است پس آن جهان هم حرام است، باید به خاطر چه حرام است؟ چون مسکر است حرام است، بنابراین این صفت سکر رو از اونجا برداریم تا حلال شود. این تعبیراتی علمای ما کردن که انسان واقعا تعجب میکند، این مفسرین بلند قدر ما. این است که خداوند میفرماید خمر لذت لشرب، خودش هم میگه خمری که لذت باشد برای شاربین، آنهایی که میخورن آن رو دارای لذت باشند. یا ز عکس جوی آن پاکیز شیر، پرورش یا بد دمی عقل اسیر. یا بود که از عکس آن جوهای خمر، جوهای خمری که وجود دارد، از عکسش مست گردی تو، بری از ذوق ام. مولانا اینجا خودش میداند که آنها مست میکند، میگوید آنچنان آن جوهای خمر آنچنان عجیبن، آنچنان مستی آورن که فقط بویدن بوی شراب هیچ کس رو مست نمی کند. بویدن شراب آن شراب، بویدن آن خمر هم انسان رو سرمست می کند. یا بود که از عکس آن جوهای خمر، عکسش فقط بیفتد در اینجا، مست گردی تو، بری از ذوق ام، ذوق کنی و بچشی از آن امر کن فیکون. یا بود که از لطف آن جوهای آب، تازگی یابد تن شوره خراب. تن شوره بیاید و تازه شود، شوره اطراف سبزه‌ای پیدا شود، خارزارت جنت المعوا شود. همه آنچه که بوده است، این جهان خارزار است، این جهان گلخن است و آن جهان گلبن، و همه آنچه که اینجا زشت است در آنجا همه به زیباترین شکل خواهد بود. بو که از عکس بهشت چارجوی، جان شود از یاری حق یارجوی. در بیان آن که از چهار جوی است که در بهشت جاری است، چهار چشمه در این عالم پدیدار است، اما آنها پاک است و مطلق و اینها آلوده است و مقید. در ضمن این نیز اشارتی شیرین است که من لم یذق لم یده. چند دقیقه مونده است که انشالله به وقت تمام میکنم، خسته نمیکنم شما. خب میفرماید چهار جوی اصلی در بهشت که جاری هست، عکس آن چهار جوی که در ملکوت هست در این چهار، در این دنیا هم هست. عرش معدنگاه داد و معدلت، آن عرشی که خدا دارد، و بهشت های سگانه، درجات بالای بهشت به آن عرش اتصال دارد. انا لله و انا الیه راجعون، مفهومش این است که هر کسی، همه انسان ها به سوی خدا برخواهند گشت. کسانی هستند که در درجه 7 دوزخ، جهنم 7 درجه دارد و بهشت 8 درجه دارد. آنانی که در پایین ترین درجه دوزخ هستند بعد از قیامت، کم کم با لطف و عنایت الهی بعد از این که اون عذاب مکافاتی خود رو خواهند چشید، آن که در درجه 7 است به درجه 6 خواهد آمد و او به درجه 5 و همچنان بالا خواهد آمد. به اعراف خواهند رسید، به وسط خواهند رسید که در آنجا حائل بین بهشت و دوزخ است. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، در آن شعر مشهوری که همه میدانید. این که اعراف رو یک دوزخیان اعراف رو بهشت میدانند، بهشتیان اعراف رو دوزخ میدانند. وقتی از آنجا رد شد به پایین ترین درجه بهشت خواهد رسید و از آنجا باز درجه به درجه 8 و 7 تا بالا خواهد آمد تا بالاترین درجه، و از آنجا هم متصل است به عرش الهی و متصل است به کرسی، متصل است به خود خداوند. یعنی همه انسان ها، هر چند که بدکار هم باشند، بعد از اینکه تاوان کارهای زشت خود رو دادن، نهایتاً به سمت بهشت فرا خواهند رفت و نهایتاً به سوی خدا خواهند رسید. این روحی که از خداوند جدا شده است نهایتاً به روح الارواح برخواهد گشت.
عرش معدنگاه داد و معدلت. داد یعنی دادگستری و عدالت، معدلت هم یعنی میانه روی، عدل یعنی میانه روی. چهار جو در زیر او از مغفرت. میگوید این عرشی که هست چهار جوی مغفرت در آنجا وجود دارد: جوی شیر و جوی شهد جاودان، جوی خمر و دجله آب روان. این چهار جو رو میگوید: شیر و شهد، و شهد همان عسل، خمر و آب. پس ز عرش اندر بهشتستان رود، در جهان هم چیزکی ظاهر شود. این رودهای رحمت و رحمانیت الهی اینها از عرش به سوی بهشت می رود، بهشتستان می رود که بسیار وسیع است. در جهان هم چیزکی ظاهر شود، گرچه آلوده است اینجا هر چهار، از چه از زهر فنای ناگوار. مولانا می گوید که در این جهان هم شیر هم هست، آب هم هست، عسل هم هست و شراب هم هست، اما هر کدام یک آلودگی هایی دارن. آب که آمد از آب آلوده می شود، شیر به شرایط دیگری پیدا می کند و همه اینها. جرعه ای بر خاک تیره ریختن، زان چهار و فتنه ای انگیختن. از هر کدام از اینا یک جرعه ریختن به خاک، به خاک این جهان، و کارهایی پدید آمد. تا بجویند اصل آن را این خسان، خود بدین قانع شدند این ناکسان. اینها رفتن دیدن آب هست، فکر کردن این آب همه آبی است که در جهان ممکن است وجود داشته باشد، در حالی که ندانستند که این جرعه کوچکی است که از آنجا هست، منشأ آنجاست، منشأ همه آب ها آنجاست، و آنچه که در دست ما هست چیزکی بیش نیست که بسیاری از خاصیت های الوهی، خاصیت های ملکوتی و جبروتی خود را هم از دست داده است و ناسوتی شده است. شیر داده پرورش اطفال، این شیر رو به فرزندانشان میدهند. چشمه کرده سینه هر زال را، کسی که پیر هم هست می آید و آن شیر در سینه او هم جاری می شود. خمر دفع قصه و اندیشه را، چشمه کرده در عنب از اجترا. یک عده جرأت کردند این عنب رو، این انگور رو آوردند، از آن خمر ساختند. چرا؟ چون یادشان می آمد که قبلا از آن خمر خوردن، الان می خواهند مشابه آن را در اینجا داشته باشند، بخورند. انگبین دارو تن رنجور را، چشمه کرده باطن زنبور را. این انگبین اصلا هم که هست، میبینید که باطن زنبور رو چشمه کرده، هر چقدر که از آن شهد ها میخورد تبدیل به عسل میکند و دوباره بیرون میدهد. آب داده آم اصل و فرع را، از برای طهر و بحر زر را. آب را هم آورده برای طهر، طهارت، لباس شستن، بدن شستن و پاکیزگی، و برای زر، برای کشاورزی، زراعت. تا از اینها پی بری سوی اصول، همه اینها رو ما داده است تا اینکه به اصول پی ببری. تو بدین قانع شدی ای بلفضول، ولی تو آمده ای و به همین آب ها قانع شدی. بدان که اصل این آب در جای دیگری است، اصل این عسل، اصل این خمر و اصل همه اینها در جهان و در جای دیگری است. بله، چشمه کرده در چشمه کرده سینه هر زال را. زال که معمولا وقتی که زال پیرزن را میگویند که یائسه باشد، یائسه هم که فرزند نمی آورد و به تبع آن دارای شیر نمی شود، درسته؟ ولی خداوند در مورد ادعی بیان کرده است، در مورد زن زکریا، در مورد یحیی و اینها، که وامرأتی آقرون که اونجا گفت که زن من آقر است، زن من نازا هست، و در آنجا هست که مشهور است که حضرت ابراهیم هم بود، ساره 90 ساله بود، وقتی که آن سه فرشته آمده بودند در خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام و بشارت دادند به فرزند، ساره 90 و چند ساله بوده، در کنار در ایستاده بوده، داشت از این فرشته ها که به شکل انسان آمده بودن از اینا پذیرایی میکرد، ساره ای که دارای فرزند نبود. این سه فرشته به ابراهیم گفتن که ما از جانب خداوند آمدیم، ما فرشتگان خدا هستیم، به تو بشارت میدهیم این ساره که آنجا ایستاده است صاحب فرزندی خواهد شد. قرآن خیلی لطیف اینجا میگوید که آن ساره که 90 ساله بود یک لبخندی زد، گفت
گفت که انا یکون لی غلام، کی من میتونم یه فرزند داشته باشم که چی؟ و میگن که خدا هم خوشش نیامد از اینکه او باور نکرد سخن فرستاده او رو، ناامید بود. همین که ناامید بود این گناه بزرگی است. تو چرا میگی که چیه؟ بعد او رو چیکار کرد؟ دقیقاً زال بود دیگه. زال یعنی کسی که سر روی سفید شده باشد، موهای سفید شده باشد. و بعد خداوند او رو به تأخیر انداخت، حتی بعد از آن به تأخیر انداخت تا اینکه او به راه راست در بیاید. این که چشمه کرده سینه هر زال را، یعنی او میتواند با سینهش به فرزندی که قرار نبود بیاید و قرار نبود او به آن شیر دهد، او را مانند چشمه شیر از آن فوران کرد. ببر. و السلام علیکم و رحمت الله.